بینندگان عزیز سلام بر شما. در حالی که جهان نظاره‌گر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و برخلاف معمول که در پایان روز رأی‌گیری نتایج آرا مشخص می‌شد، تاکنون با گذشت 3 روز از این انتخابات هنوز برنده اون مشخص نشده. در برنامه امروز نگاهی داریم به تفاوت سیاست بایدن و ترامپ در رابطه با رژیم و به این سوال پاسخ میدیم که چنانچه بایدن به عنوان پیروز این انتخابات به کاخ سفید راه پیدا کنه، آیا تضادی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بین‌المللی رژیم حل میشه؟ در این صورت آیا امکان لغو تحریم‌ها علیه رژیم وجود داره؟ و در نهایت تأثیر این انتخابات رو بر رژیم از یک سو و بر جامعه انفجاری ایران از سوی دیگه مورد بررسی قرار میدیم. همراه هستیم با آقای هادی روشنروان در استودیو که به بررسی این موضوع بپردازیم. آقای روشنروان، به این گفتگو خیلی خوش اومدین. منم با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. آقای روشنروان، ابتدا میخواستم از بازتاب انتخابات آمریکا در رژیم، از بازیگیری مقاماتشون تو این رابطه برامون یکم بگید که چطور هست و چی بوده؟ حالا روز 13 آبان که روز انتخابات آمریکا شروع شد، خامنه ای آمد در تلویزیون رژیم، یک سخنرانی طولانی حدود 5000 کلمه ای کرد که از این 5000 کلمه 2000 کلمه راجع به آمریکا بود. که از این 2000 کلمه 602 کلمه مربوط به بایدن بود. چقدر با دقت و موشکافی اون رو مورد بازبینی قرار دادیم. بله. بعد در این حرف خامنه ای در یک کلام این بود که بریم، ما فرق نمی کنه چه این بیاد چه بایدن بیاد چه ترامپ بیاد، ما به هیچ وجه از این چیز خودمان کوتاه نمی آییم، همچنان دنبال این هستیم که قدرت منطقه ایمان دنبال کنیم، موشکی ایمان دنبال کنیم، اتمی ایمان دنبال کنیم. و در یک کلام در برابر کسانی که صحبت می‌کردن اگر بایدن بیاد انتخابات بشه، بایدن بیا امکان مذاکرات فراهم میشه، کاملا خط بست. این صحبت خامنه‌ای بود. روحانی روز بعدش صحبت کرد و مطرح کرد که برای ما فرق نمی‌کنه که هر کدام از اینا بیاد، ما چیز نداریم. به نوعی حرف خامنه‌ای رو در ابتدا زدتون رابطه. تلویزیون رژیم یک کار جالبی کرد و اونم اینه که آمد یک کلیپی از ظریف و مال سال 1994 رو گذاشت قبل از انتخاب، که ظریف اونجا داره میگه که من موقعی که در این چیز بودم، در سازمان ملل بودم، با نماینده های و کنگرسمن ها رابطه داشتم، من جمله با آقای بایدن. یعنی اینجا ما ها بگید ما با آقای بایدن خیلی دوست داشتیم و خوبت ما رابطه داشتیم. درست در همین روز انتخابات آمریکا سپاه هم آمد چه کار که یک موشکی رو علم کرد، این شلیک موشک جدید تحت عنوان این که این میکنه رگبار موشک های بالستیک رو دنبال کنه. و باقری هم سرلشکر باقری هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم صحبت کرد که ما انتقام خون قاسم سلیمانی را خواهیم گرفت و یه شاخشانه جدی در مقابل این کشید. اما از اون طرف بقیه که راجع به این تو رژیم اظهار نظر کردن و صحبت کردن، همشون از این صحبت میکنن که آقا جامعه ما در شرایطی قرار داره که دیگه این وضعیت و بنبست رو نمیتونه ادامه بده و ما باید با یک نحوی از شرایط انتخابات استفاده کنیم و مذاکره کنیم. این باستابا همچنان در درون رژیم چیز هست. در سطح جامعه الان یک آماری داده بودن از کشورهای مختلف که مردم انتخابات آمریکا را دنبال میکنن. در بین 10 تا کشور رژیم سومه تو دنیا، تو دنیا خود آمریکا نهمه. یعنی مردم آمریکا که دارن اخبار کشورشون دنبال میکنن نهمن، کوبا اوله، ایرلند دومه، رژیم سومه. و این نشون دهنده حساسیته که صحبت این هست که چون مردم که کاملا
از دست این رژیم ناامید شدن و میخوان به یک نحوی خلاصی یابن، میخوان ببینن تحولات انتخابات آمریکا روشان چه تأثیری سر این جریان میذاره. و تو رسانه‌های رژیم هم به این موضوع کاملا اشاره شده بود که اگر حتی همزمان انتخابات ایران هم بود، مردم هیچ توجهی به انتخابات ایران نداشتن، همش همچنان دنبال انتخابات آمریکا بودن. این هم تو رسانه‌های رژیم انعکاس پیدا کرده بود. یک همچین فضایی. بله آقای روشنوان، شما به طور کلی مقامات و از خامنه‌ای روحانی و انعکاس در واقع رادیو تلویزیون رژیم رو به نوعی گفتید. اما من یکم می‌خواستم ریستر بشم. بگم هر کدوم از باندهای درونی رژیم تمایلشون به سمت کدوم کاندیدا هست و کدوم کاندیدا بوده و چرا؟ ببینید این مقوله برمیگرده به وضعیت کلی جامعه ایران. جامعه ایران بعد از قیام 96 و قیام 98 در شرایط انقلابی است. در شرایط انقلابی یعنی شرایطی است که دیگه نه حاکمیت میتونه مسائل جامعه رو حل کنه، نه مردم دیگه زیر بار این حکومت میرن. در این شرایط انقلابی که در کنارش هم این مردم رهبری دارن همچنان که در قیام بود، این مقوله یک شرایط جدیدی رو به جامعه داده که تضاد یک هر دو جناح این هست که چگونه بتونن رژیم رو حفظ کنن در این شرایط انقلابی. و بنابراین یکیشون از قیام و انقلابی و نیروی انقلابی دارن میچینن. خامنه ای مطرح میکنه که آقا ما بالاخره الان درگیری که با آمریکا داریم درگیری سر مسائل اساسیه، مسائل یک مذاکره بوده، در این مذاکره قرار بوده رژیم بیاد و این کل این ناهماهنگیش با کل جهان عوض کنه، اتمیش کنار بذاره، منطقه دخالت نکنه، تروریسمش رو تعطیل بکنه، موشک پرانیش تعطیل بکنه، اینها. بعد این آمده یک قسمتش تحت عنوان برجام پذیرفته که بقیه شو ادامه میده. بعدش آمده دبه در آورده یا ادامه نداده. در این شرایط خامنه ای میگه اگر این ما بخوایم بریم پای مذاکره باید بریم این بقیه رو بپذیریم. وقتی ما این بقیه رو بپذیریم قبل از هر چیزی ما از درون متلاشی میشیم. خود یک تعبیری که به کار میبره میگه تغییر رفتار برای ما خودکشیه در برابر مرگ. و بنابراین ما به هیچ وجه نمیتونیم تغییر کنیم. در این رابطه به خامنه ای برایش بهتره، یعنی خامنه ای و جناحای وابستهش تمایلشون به آقای ترامپ بود که میگفتن وقتی که ترامپ باشه این مقوله این که جناحای دیگه سر صداهای دیگه که آقا بیاین بریم مذاکره کنیم زیاد بلند نمیشه و به خاطر اینکه این قاتل قاسم سلیمانیه، این به خاطر اینکه این هیچی کوتاه نمیاد میگه تو باید تسلیم بشی، پس بنابر این من مشکل مذاکره نخواهم داشت. یعنی با اینکه فشارهایی که ترامپ این هر روز تحریم پشت تحریم بود، اما برای خامنه‌ای میگفت برام بهتره که این باشه تا اینکه بخوام برم مذاکره. چون خامنه‌ای براش چی مطرحه؟ همه بقا نظامش، نه مردم. هر چی فشار بیاد یه چیز نمیکنه. بله. در حالی که جناح مقابل بر این اساس که میگه این در چنان که دیدیم در انتخابات مجلس هم دیدیم، در انتخابات سال 1400 هم طرح خامنه‌ای این هست که اینها رو کنار بذاره چیز بشن، اینها نظرشون این بود که آقا این ما با این چیز به ته دره خواهیم رفت، کل نظام خواهد رفت، حفظ نظام در اینه که ما یه مقدار فضا رو عوض کنیم و ما بتونیم باز در صحنه باشیم. برای اینها میگفتن همین که همینقدر که آقای بایدن قبول میکنه که با شرایطی به برجام برگرده امکان مذاکره پیدا میشه. پس جناح اصلاح طلب و روحانی بیشتر طرفدار بایدن بودن، جناح خامنه ای و احمدی نژاد بیشتر تمایل به اون سمت داشتن. ولی هر دو جناح در مواضع علنی اینجوری بیان میکنن که برای ما تفاوتی نداره، چون که گفتم روحانی گفت تفاوتی نداره، خامنه ای هم اومد اون مسئله
آقای روشنوان، حالا اگه بخوایم مشخصا به خود بایدن و ترامپ و سیاست اونها در قبال ایران نگاه بکنیم و رژیم، چه تفاوتهایی با هم دارن از نظر استراتژیک و تاکتیک؟ یک بحث استراتژیکه. بحث چیه؟ بحث اینه که آمریکا میگه آقا شما یک کشوری هستید، مثل بقیه کشورهای دنیا باید باشید. مثال خودتان دارین، دنبال پیشرفت خودتون باشین، دنبال مردم خودتون باشین، دنبال اقتصاد خودتون باشین، مسائل اجتماعی خودتون داشته باشین و به هم زدن بقیه کشورها و چیز نباشید. تروریسم رو تعطیل کنید. نمیشه که شما همواره با گروگانگیری و تروریست و اینا پیش برید. دخالت در کشورهای دیگر رها کنید. نمیشه که شما در سوریه و لبنان و یمن و کشورهای مختلف جهان وارد بشید، وارد درگیری بشید. و این مقوله است که اینها هر دو جناح آمریکا فرق نمی‌کنه، این سیاست عام هر دو حزب آمریکاست و مختص یک حزب نیست و میخوان که رژیم به شرایط متعادل بین المللیش برگرده. خب این استراتژیه و فرق هم نمی‌کنه چه بایدن باشه چه ترامپ باشه. اون چیزی که هست در تاکتیک تفاوت می‌کنه. در تاکتیک آقای ترامپ معتقد با این هست که با حد اکثر فشار باید رژیم بیاد پای ناچار بشه بیا پای مذاکره. بایدن مطرح میکنه که همین فشارها رو خواهد آورد، ولی فشار هوشمندانه. فشار هوشمندانه منظورش این هست که هماهنگ با بقیه جهان، یعنی بتونه سازمان ملل هم پشت خودش بیاره، کشورهای اروپایی هم پشت خودش بیاره و در این رابطه یک فشار چیزی رو بیاره. و انتقادش هم این هست که آقا چرا برجام اینجوری خارج شده که بقیه قبول نداشته باشن. ولی این نیست که بایدن بگه نباید از برجام خارج شد یا بگه الان همه چیز باید برگرده به سر جای اولش. اصلا این مقوله نیست. در سیاست این میگه که ما باید چیکار کنیم با کشورهای دیگه، با کشورهای به ویژه پنج به علاوه یک با هم قدم برداریم و جلو بریم. یعنی تفاوت در تاکتیکه، نه تفاوت در استراتژی. بله، اجازه بدید من تعدادی کامنت رو در خلال صحبتامون بخونیم، به اونام بپردازیم. نکات هموطنان، هموطنی گفته که ابوالهول روزنامه نگار و نویسنده مصری گفته که بایدن میخواد به برجام بازگردد، ولی در صورتی که یک بند هم در رابطه با محدودیت برنامه موشکی بالستیک ایران به این توافق افزوده شود. هموطن دیگه گفته که برای خامنه ای یک چیز مهمه، حفظ قدرت. هموطن دیگه گفته که آمریکا و سیاست‌های اون در مورد ایران تصمیم خودشون رو گرفتن، در نهایت و سرانجام تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باعث میشه چه با بایدن و چه با ترامپ ایران وارد مذاکره بشه، ولی بایدن رو ترجیح میدن. هموطن دیگه گفته که چرا نظام شهامت یک رفراندوم با حضور تمام احزاب سیاسی رو نداره. اینا نکات هموطنان بود. الان با توجه به نکاتی که شما گفتین از سیاست بایدن و ترامپ، چه به صورت استراتژیک و چه به صورت تاکتیک، اما یک سوالی که مطرحه اینه که خب فرض با اومدن بایدن چه تضادی از رژیم حل میشه؟ منظور بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی که الان رژیم باهاش درگیره، و یا آیا چیزی اصلا حل میشه یا نه؟ برخی دیگه میگن اصلا بهش اضافه هم میشه. شما این رو چطور میبینید آقای روشنوان؟ ببینید، مسئله ایران و رژیم، مشکل از رژیمه، مشکل از آمریکا نیست که، مشکل از این از اوباما یا از بایدن یا از ترامپ نیست که. یک مشکل وجود داره به نام رژیم. رژیم از روز اولی که آمده تمام نورهای بین المللی زیر پا گذاشته، سفارتخانه ها و کارهای دیپلماسی که همیشه یک رابطه سیاسی بین المللیه، ستاد تروریسم شده. در طول این سالیان تمام این ترورها رو توسط دیپلماتاش کرده که الان هم آخرین دیپلماتش دستگیر شده، در محاکمش به زودی انجام خواهد شد. اسدالله اسدی. ولی همه چیزها اینجوری بوده. از نظر
کار کرد دنبال گروگانگیریه، یعنی میخواد با گروگانگیری حل کنه، به طوری که الان خب همون رویتر که سر اسدی افشا کرد. چی رو افشا کرد؟ گفت اسدی خودش رفته با اون مسئول تحقیقاتش گفته ببینید اگر بخواید به من حکم بدید باید حساب این تروریست ها رو در لبنان و یمن و جاهای دیگه در کشورتون بدید، یعنی داره با تهدید میخواه مسئله حل کنه. این قابل قبول برید جهان نیست. این بمب اتمی میخواد که با ایش بتونه بقیه جاها رو تهدید کنه، که با تهدید خودشان یک استراتژی تعریف میکنن النصر به رب، پیروزی در ترساندنه. با وحشت آفرینی میخواد بقیه رو زیر یوغ خودش در بیاره. هلال شیعی میخواد تجهیز بده. اصلا بحث این هست که این در داخل ایران یک دولت ضد خلقی، ضد مردمه. مثلا شما حساب کنید، من یک مثال سر اقتصادی هم هست بزنم. بله. در 40 سال گذشته، یعنی در سال 1358، چین تقریبا اگر بگیم 100 واحد زیر خط فقر داشت، که خیلی آمار بسیار بالایی بود، که درآمد زیر خط فقرشون 2 دلار در ماه بود، این 2 دلار در روز فکر کنم اشتباه کردم 2 دلار بود، الان 98% این خط فقر رو برده. ایران درست در نقطه مقابلش ما 60 میلیون زیر خط فقر داریم و این حاصل یک همچین سیاستیه که این رژیم در این سالیان رفته. بنابراین اگرم میره مثلا برجام مذاکره میکنه به یه جا میرسونه، بعد با هواپیما 150 میلیارد دلار وارد ایران میشه، این دست هیچ کسی از مردم نمیرسه. یه جا باید خرج سوریه و لبنان و یمن و فلان این چیزا بشه. خب در یک همچین شرایطی این رژیمی که باید تصمیم بگیره میخواد با جهان هماهنگ بشه، مردم خودش رو اصل بگیره، به نجات مردم خودش که الان کرونا هم اومده به چیزای دیگه اضافه شده جواب بده. این رژیمه، حالا چه فرق میکنه چه بایدن باشه چه ترامپ باشه، ولی وقتی این تصمیم رو نداره، درست برخلاف این تصمیم داره، هیچ کدام از اینها نمیتونن ازش مسئله حل کنن. این استراتژی اینا رو هم در همین جاست که دوتاشون یکیه، ولی در تاکتیک این هست که خب آقای بایدن دنبال این هست که با استفاده از تمام اهرم‌های دیگر بین‌المللی و با هماهنگی حرکت کنه، و در حالی که چیز ترامپ با فشار، به طوری که الان یک تحلیلی بود مربوط به شهریور هم هست، قبل از این انتخابات هم هست، سپاه پاسداران تحلیل کرده بود، در این تحلیل به صراحت گفته بود که خواسته هایی که آقای بایدن در همین مصاحبه های انتخاباتیش مطرح کرده هیچ تفاوتی با 12 ماده آقای پومپئو نداره. یعنی هر دوتاشون رو مسائل مشخصی انگوش میدارن که این باید حل کنه. گفته فقط تفاوتش اینه که بایدن یه چیزی هم اضافه میکنه، میگه باید حقوق بشر هم رعایت بشه. بله آقای روشنروان، ولی خب نکاتی که شما گفتین همه درست. یک موضوعی که بالاخره این وسط الان مطرحه، با تو دوران ترامپ دیروز چند روز پیشم روحانی اگه اشتباه نکنم دیروز یا پیروز اونم اشاره کرد به 3 سال فشاری که برای رژیم بی سابقه بوده و اون هم موضوع تحریم هاست. خواستم اینو بپرسم که به نظر شما با اومدن بایدن فرض بکنیم این چخو، آیا امکان لغو تحریم ها برای رژیم وجود داره؟ و اگرم هست به چه صورته و چه پروسه‌ای تحریم ها باید طی بکنن؟ بالاخره یکی از موضوعاتی که بسیار مطرحه. ببینید ما اگر یه مقدار اینجا وارد مکانیزم بشیم ممکنه راحت تر مسئله روشن بشه. خب آقای بایدن گفته که ما حاضریم به برجام برگردیم ولی مشروط به شرایطی. خب این مشروط به شرایط شروع میشه. اول که رژیم باید برگرده به شرایط برجام، در حالی که الان چیکار کرده همون گزارش گر آژانس هم بود،
اینها مقدار زیادی اورانیوم تولید کردن، اورانیوم 4.5 تولید کردن، فوردو فعال کردن سر 20%، و در کنار این چنان که سازمان مجاهدین خلق هم اخیراً افشا کرد، اینها در سرخ حصار هم که دنبال هستن آزمایش های بمب اتمی بودن که همش خلاف برجامه. بله. خب این باید همه اینا رو برگرده بذاره کنار، رژیم قبل از اینکه هیچ چیزی بشه اینا رو باید بذاره کنار، قبل از اینکه هیچ تحریمی برداشته بشه، تحریمی برداشته بشه، هیچ صحبتی بشه، این باید برگرده به برجام. کشورهای اروپایی هم همینه میگن، یعنی الان دعوای فرانسه و کشورهای اروپایی و اینها هم با رژیم همینه که دو باید این نقض برجامو بهش خاتمه بدیم. خب حالا وقتی اینه تمام میکنه، پس باید کنارش برجام اجرا بشه که بنا بوده آژانس به همه جا میتونه سر بزنه. بنابراین این کارهایی که این خلاف آژانس کرده، من جمله همین سرخ حصار و که افشا شد، بله جدیدن اینا رو برن بازدید کنن، مواجه میشن که این نقض جدی هم داشته، پس بنابراین اونم باید بیا پاسخ بده. تا اینا رو پاسخ ده اتمی تمام نمیشه. حالا که این پاسخ داد، این باید حاضر بشه سر ادامه برجام که در تعهداتش در سال 95 پذیرفته، یعنی سر موشکی و اتمی مذاکره کنه. مذاکره هم که اونا میخوان یعنی این چی کار کنه؟ دست از مداخله در کشورها و تروریسم برداره. اگر این پای همچین مذاکره ای بیاد که خودشون میگن کمتر از 2 سال دیگر هم تازه اگر بیاد به قطع تحریم ها نمیرسه، یعنی این پروسه باید طی بشه تا تحریم ها دوباره برگرده، یعنی اینجوری نیست که این تحریم ها الان بایدن بیاد فردا از رو رژیم برداشته میشه. علتش هم این هست که خب رژیمه که باید تصمیم بگیره این کار بکنه. چیزیه که اصلا این خامنه ای همواره در مقابلش موضوع بگیره. بله، بکنم پاسخ به همون موضوعی هم بود که شما گفتین که خامنه ای ترجیح میداد ترامپو به خاطر اینکه پای مذاکره نیاد. اجازه بدیم به سوالات هموطنان و کامنت های اونا هم بپردازیم. ابتدا چند کامنت رو بخونیم و بعد سوالات. هموطنی گفته که هیچ مشکلی حل نخواهد شد، چه با ترامپ چه با بایدن، مردم ایران تصمیم به حذف نظام گرفتن. هموطن دیگه گفته که مردم ایران هرگز اجازه نمیدن دوران اوباما تکرار بشه، خود مردم سیاست ها رو مشخص میکنن. هموطن دیگه گفته که سرنوشت مردم ایران وابسته به هیچ کشور خارجی نیست. هموطن دیگه گفته که ما مردم این نظام نیستیم، ما ایرانی هستیم، حالان که رهبران فعلی ایران هم هموطن ما نیستن. هموطنی سوال پرسیده، گفته که ایران چند وقتی است که عملا درجه رفتارش رو تغییر داده و از پا و دست از پا دراز نمی کنه، این در چه وضعیه؟ حتی سوالات دیگه هم هست که من اینو الان دیدم فعلا. بله، ببین این هموطنان عزیز ما خیلی خوب انگشت گذاشتن. یعنی واقعیت این مسئله اینه که این رژیم تغییر بکن نیست، باید عوض شه. یعنی تنها یک راه داره مردم ایران نجات پیدا کنن، اینم براندازی این رژیمه. این که واقعا افی کبوتر نمیذاره که رهبر مقاومت گفته، یک واقعیت اساسیه. و تمام این سالیان هم تمام کسانی که آمده بودن این توهم ایجاد کنن که امکان داره این اصلاح کنه، کاری بکنه، همشون در خدمت حفظ این نظام تا کنون تمام شد. این که کاملا روشنه. بعدش مقوله بعدیش که اشاره کرده بودن درست هم میگن، میگن با الان شرایط با شرایط دوران اوباما به کلی متفاوته. در دوران اوباما اون موقع اینها یه توهم ایجاد کرده بودن که پای بقیه برجام ها میرن، ولی این توهم در همان زمان اوباما هم شکست. تحریم های بیشتر در زمان اوباما شروع شد، یعنی حتی اگر ترامپ نمی آمد، خانم کلینتون هم می آمد، این مسئله این نبود که این تحریم ها به این حد بالا نره. یعنی رژیم با این چیزش باید رژیمی که باید تغییر بکنه، و رژیم تا زمانی که حاضر نشه سیاستاش تغییر بده این مقوله تغییر نمی کنه. این هموطنان ما به خوبی اشاره کردن. بله،
این یک سوالی از هموطنان بود که من این رو ندیدم که اینم الان میخونم که الان شما توضیحم که دادین به این خیلی میخورد. گفته آیا با رئیس جمهور شدن بایدن ایران و آمریکا وارد جنگ میشن؟ چون ترامپ چندین دفعه تا آستانه جنگ پیش رفت ولی این کار رو انجام نداد. و اینکه آیا بایدن قراره تمام کارهایی رو که اوباما در قبال جمهوری اسلامی انجام میداد رو انجام بده؟ شما توضیحاتی دادیم ولی بازم بله من گفتم کاملا الان دیگه با شرایط اوباما فرق داره. بله. یعنی اگر اوباما ادامه پیدا میکرد، یعنی خانم کلینتون میامد و الان بایدن میاد، اصلا دیگه اونا اون خط ادامه نمیدادن، به خاطر اینکه در اونجا هم رسیده بودن به اینکه آقا این باید دست از این چیزها برداره و این در حال که بر نداشته نقضم کرده، به برجام هم خیانت کرده، چون در حال که داشت در سرخ حصار آزمایش های اتمی و بمب اتمی و فلان اینها رو میکرده، اونجا تعهد داده که من دیگه از این کارا نمی کنم. این همش نقض برجام بوده و در همچین شرایطی خب معلومه که این با اون شرایط کاملا فرق داره. ببین جنگ هم باز بستگی داره که رژیم چه کار بکنه. یعنی ببینید اگر یک مثالی که تاریخاً ما داریم، مثال جنگ ایران و عراقه. این جنگ ایران و عراق اگر چنان که ایران اون کار را نمی‌کرد اصلا جنگ شروع نمی‌شد. بعدش هم الان که همه‌شون میگن که از بعد از کرمشهر که فقط مجاهدین بودن که گفتن باید صلح بشه، جنگ ضد میهنی صلح امکان پذیر بود. یعنی شروع جنگ هم اگه بخواد باشه فتنه از خود رژیم باید باشه. فتنه از خود رژیم. این نیستش که آمریکا بخواد وارد جنگ بشه. رژیمی که به هیچ وجه نمیخواد با هیچ کدام از نرم‌های جهانی بیاد، بخواد دخالت کنه، میخواد تروریسم پیش ببره، میخواد در داخل ایران سرکوب کنه، میخواد قیام مردم سرکوب کنه و تمام این چیزهایی که وجود داره ممکنه جنگ ایجاد کنه. جنگ این نیست که از خارج تحمیل میشه، این رژیمه که به کشورهای خارجی تحمیل میکنه که ناشار بشن باش جنگ کنن. یعنی یه جنگ هم نمیشه گفت جنگ نمیشه حتی در زمان چیز، ولی این مقوله هست که هر کس از رژیمه. بله. هموطن گفته که چطور میشه که نرخ دلار یک مرتبه از 32000 تومان به 25000 تومان میرسه؟ ببینید الان در حدود چند ماهه که همین این جناحی که اصلاح طلب هست، به اصطلاح اصلاح طلب هستن که در واقع استمرار طلب هستن، میخوان همین رژیم ادامه پیدا کنه. این چیزو که آقا اگر بایدن بیاد تحریما برداشته میشه رو تبلیغ کردن. این یک فضایی ایجاد کرده که با آمدن بایدن تحریم ها برداشته میشه. این خودش باعث میشه که قیمت دلار پایین بیاد. یعنی فکر میکنن که ممکنه تحریم‌ها برداشته بشه، قیمت دلار خیلی افت بکنه. اینهایی که دلارا رو جمع کردن، شروع کردن به فروش دلار، دلار آمده پایین. این چیزی فایده موقتاً این تأثیر رو بایدن داشته. اما یه چند ماه که بگذره که ببینن هیچ خبری نشد، دفعه تضادا بالا رفت، این درست برعکس به شدت بالا میره. و الان مثلا الان همین اقتصاددانای رژیم دیروز و امروز که مطرح میکردن که اگر بایدن بیاد ما با یه رکود شدیدی مواجه خواهیم شد، چون هیچ کسی حاضر نیست که الان دیگه سرمایه گذاری بکنه تا ببینه بایدن راجع به تحریم‌ها چه تصمیمی خواهد گرفت. و این خودش از نظر اقتصادی مجدداً میتونه دلار رو اینها رو بالا ببره. یعنی این افت یک افت فقط یه چیز روانی، تأثیر روانی که این کارهای تبلیغاتی هم که روش شده که اگر بیاد تحریما برداشته میشه اینه پایین آورد. بله. باز به سوالات هموطنان خواهیم پرداخت. در رابطه این که هر کاندیدا بیاد و اینا شما صحبت کردین، اما من خواستم نتایج انتخابات آمریکا را از شما بپرسم که روی جنگ باندهای درونی رژیم چه تأثیر میذاره. آقای روشنروان، بالاخره نزاهایی که بینشون هست تو این رابطه کمتر میشه یا بیشتر؟ علاوه بر این خب رژیم در سال آینده 1400
با موضوع انتخابات ریاست جمهوریش هم مواجهه. روی این موضوع چه تأثیری خواهد گذاشت به نظرتون؟ ببین این کاملا روی این موضوع تأثیر خیلی مستقیمی داره. یعنی چیزه. مسئله از این قرار هست که همچنان که هم بتنمون به خوبی گفتن، مردم که اعتمادشان اعتماد اجتماعی به صفر نزدیک شده، مردم به خوبی دریافتن که تنها راه سرنگونی این رژیمه، این جناح اون جناح هم نداره، هر دوشون با هم میخوان این نظام حفظ بشه. این واقعیتی که الان تو همین کامنت هایی هم که شما خوندید کاملا نوش بچد. اما در این شرایط خامنه‌ای تصمیم گرفته بود، حال که هیچ که چیز نیست، این بقیه این کسانی که مزاحمش هستن هم حذف بکنه و دستگاه رو یه دست از پاسدارها بچینه و از نیروهای خودش بچینه. خب در شرایطی که ترامپ میامد این انقباض بیشتر میتونست بره، چون که در انتخابات مجلس اصلا گفت رای بی رای، حالا چه هیچ کم شرکت نمی کنه کنان که نکرد، این آدم های خودش ببر بذاره تو مجلس. پس بنابراین تصمیم خودش بره این که در انتخابات 1400 در نفر خودش بیاره، این تصمیمش گرفته الان هم هست مشابه انتخابات مجلس، همون دستگاه رو پیش میبره. بله. اما از اون طرف این جناح‌های دیگه مطرح می‌کنن که آقا این قطاری که الان ما داریم میریم چه بخوایم چه نخوایم، این اگر سوزنبان سوزنش عوض نکنه حتما همه ما با هم ته دره خواهیم رفت. این مقوله اصلیه که مطرح می‌کنن، مثل اینکه خمینی که میگفته که تا آخرین خونه به جنگ ادامه خواهم داد، یه جا دید که دیگه حرفایی دارم که نمیتونم الان بگم، مجبور شد زهر رو بخوره، زهر میخوره یا به قول قومش ریخت، خودش اومد گفت زهر میخورم که اون چی بود، خودش بعدن روشن شد که آقا نمیکردی مجاهدین ما رو سرنگون میکردن. حالا در این چیز اینا به شدت اومدن این مسئله رو مطرح میکنن که بتونن مجددن بیان پای این که آقا بهترین راه حل اینه که رفراندوم بشه که آقا مردم میخوان مذاکره نمیخوان مذاکره، یا بالاخره این نمیشه که شما منافع مردم نادیده بگیرین، این شده اینها. این الان تو نظام به ویژه بعد اگر آقای بایدن بیا بعدش این اوج بیشتری بگیره، چون یه چشمندازی گفته که من حاضرم به برجام برگردم، خود این موجی ایجاد میکنه که آقا ما پس مذاکره امکان داره. پس یک این تضاد دو جهت پیدا میکنه، یکی میگه آقا ما باید بیستیم همه رو خطی داشتیم مقابله کنیم، همین که خامنه ای اسمش میذاره خط مقاومت، یکی هم میگه خط مذاکره. اعلان بشه در انتخابات 96 روحانی و دعوا بین شیاد و جلاد بود. بله. الان دعوا میشه بین مذاکره و مخالفت مذاکره. این باعث میشه که تضادهای دو طرف به شدت بالا بره و این خود بالا رفتن این تضادها واکنش های هم اجتماعی داره هم بین المللی، و به این خاطر این داستان بیشتر تاثیر میذاره در اوضاعی که رژیم دچارش هست. بله. حالا اگه بخوایم یه نتیجه از صحبت شما بگیریم آقای روشنروان، به حال نتیجه انتخابات هرچی که باشه، اما این موضوع روی جامعه انفجاری ایران چطور تاثیر میذاره؟ از این منظر اگه بخوایم نگاه کنیم شما چطور میبینید این موضوع رو؟ ببینید گفتم که این همدان اون هم خیلی خوب رفتن رو قلب مسئله. ببین ما جامعه ما الان یک جامعه شرایط انقلابیه. شرایط انقلابی یعنی مردم دیگه به خوبی رسیدن که این رژیم هیچ کاری براشون انجام نمیده. بله. از لحاظ فقر و مشکلات خب 60 میلیون زیر خط فقره، از لحاظ بیکاری که میگن حدود 6 میلیون بعد از کرونا بیکاری افزایش پیدا کرده، بعد این مشکلاتی که هر روز باش مواجه هستیم، جامعه رو به جایی رسونده که این وضع نمیتونه اینجوری ادامه پیدا کنه. یه از لحاظ جامعه،
از لحاظ این حاکمیت اینها هم که یک مش دزد و فاسده و چه این جناح چه اون جناح در فساد و افساگری هیچ فاسد فرد تفاوتی با هم ندارن. و در این شرایط هم اون چیزی که میخوان فقط میخوان خودشون حفظ کنن و در همچین شرایطی جامعه آماده انقلاب و قیامه. در کنار این خب چنان که هم در قیام 96 به ویژه 98 هم دیدیم این قیام به شکل هدایت شده ای داره رشد پیدا میکنه، سازمان یافته و کانونهای شورشی علارغم همه سرکوبها رشد و ارتقا داشتن تو جامعه. بله. و بنابراین این هست که همه چیز رو تعیین میکنه. حالا ممکنه در نقطه ای رژیم ناچار بشه بیا جامعه زهر مثل خمینی بخوره. اگر این کار بکنه چنان که خودش هم میگه خب خودکشیه. چرا؟ چون با این کار جامعه دیگه نمیتونه مثل نیروهای سرکوب جامعه که الان همه چیزا انگیزشون رو از دخالت در کشورهای دیگه و جنایت در کشورهای دیگه میگیرن از دست میدن. چون نیروی سرکوبگر نیاز به یه پشتیبان داره. الان پشتیبان این که این میگه آقا من آنم که میتونم در سوریه بجنگم، من آنم که میتونم عراق تغییر بدم، من آنم که در یمن اینجوریه، حتی موشکی و ایناش هم در خدمت همینه. همینه دیگه وقتی که اینا رو از دست بده این یه این پاسداره میبینه فردا دیگه خودش هم رفته. مثل ساواک میشه که وقتی که کارتر از پشت شاه رفت کنار دهش ساواکی دیگه نمیخواست شکنجه کنه. چرا نمیخواست شکنجه کنه؟ موقع وردا پدر خودم در میارن هر کنم شما خودتان یه جوری درن. و یه همچین شرایطی یک حالت با این جامعه انفجاری و با این حضور مقاومت در صحنه این انفجار جامعه رو بیشتر میکنه. اگر هم بخواد همچنان این راه ادامه بده که قیام هایی که الان هم مردم آماده هستن در این چیزان بودن این رژیم رو به سرنوشت تاریخی خودش منجر خواهند کرد. بله آقای راشد رب، ما در انتهای فرصت این گفتگو هستیم. من تا هر میزان که برسیم به تعدادی از کامنت ها و سوال هموطنی رو هم میخونیم. اول هموطنی گفته که این رژیم فقط باید سرنگون شه. هموطنی دیگه گفته که سپاه از مردم نیست، سپاه بازوی سرکوب نظامه. یکی دیگه گفته که باید فهم کرد که در حال حاضر چی مانع و تضاد اصلی مردم ایران برای رسیدن به آزادی شده. تا این نحوست برطرف نشه به کلمه زیبای آزادی و نجات مردم ایران نخواهیم رسید و برای کنار زدن این موانع هم قیام تنها جوابه. مبتن دیگه گفته که جوانان شورشی و قیام آفرین به پشوانه پایان ناپذیر خلق تکیه دارن. شجاعت و ریسک پذیریش رو از خلق میگیره که حاضره برای آزادی تمام قیمت رو بده. هموطن دیگه گفته که به امید خدا سوزنبان سوزن رو عوض نکنه و ته دره بره جنایتکاران شیاد. شما این اشاره کردیم. هموطن دیگه گفته که این نظام پلید به دست مردم ایران و مقاومت ایران سرنگون میشه. این حکم تاریخه و تردید ناپذیره. ما ته زمانی که الان داریم فکرم یک دقیقه کنیم دقیقه فرصت داریم به یک سوال هموطنم پاسخ بدیم. گفته که آیا این ترورها در فرانسه و اتریش روشن روان ربطی به تهدیدات اسدی داره؟ حالا نه، ما نمیتونیم چیزی فاکتی نداریم که بیایم بر اساس فاکت بگیم که ربط داره. یعنی بالاخره اطلاع مشخص، فاکت مشخص، همینجوری چیز نمیشه. ولی اینکه این ترورها ناشی از همین اندیشه و ایدئولوژی رژیمه و اینها این هست که اینها رو تا حالا به وجود آورده و پیش میبره این تردید درش نیست. ببینید ما یه پیامبری داریم که موقعی که خاکستر رو سرش هر روز میریختن این نه تنها واکنشتشون نمیداد، دو روز که نریختن آمد که این چی شده نریخته، گفتن مریضه، پاشو رفت احوالش برسید. چه مثال خب زیبایی. این پیامبر رحمت و رهایی خب این که آمدن کاری تاتورش کشیدن کار بسیار بدی کردن،
کار بسیار اونم خودش اینو کار اهانت آمیز و ضد آزادیه. در بله. آزادی احترام برای اندیشه دیگران، برای چیزی که الزام آزادیه. ولی خب جزای کسی که این کار کرده که بریدن سرش نیست، این ضد فرهنگ محمدیه. ولی این چیز یک فرهنگ خمینی همینه، فرهنگ انتقامه، فرهنگ کشتاره، فرهنگ جنایته. و واقعا این ما از ماهیت این رژیم اینا در میاد. ولی ما بخوایم به طور مشخص بگیم رفت مشخص داره، اطلاعات مشخص نداره، ولی از این اندیشه میاد. بسیار از شما سپاسگزارم آقای روشنروان از شرکتتون و نکاتتون. متاسفانه به پاسخ دادن به سایر سوالات هموطنان نمیرسیم و من از اونها هم عذرخواهی میکنم. یه بار دیگه از شما تشکر میکنم. خیلی من هم همچنین از شما تشکر میکنم و شنوندگانم که انرژی گذاشتن دنبال کردن. بسیار متشکرم. خواهش میکنم.